عزیزانم حالتون خوبه؟ بعد از این پرستش عالی به خصوص این تقضیه مقدس این تقضیه روحانی این زیافت مقدس عشای ربانی امیدوارم مثل من با شادی و با انتظاری مقدس به این فضای مقدس اومده باشین آمین چون ایمان دارم و ایمان داریم هممون در این تغذیه روحانی یک فیض خاصی عزیزان نهفته است این فیضی که اگه با ایمان برداریم در زمانهای سختی چقدر به ما پایداری و استقامت و در نهایت پیروزی میده در خداوند آمین و همینطور میخوام توجه کنید عزیزان وقتی به این میز مقدس نزدیک میشیم فقط جنبه سمبولیک نداره بلکه وقتی در ایمان و با اون شایستگی و با ترس خدا با احترام به این میز مقدس نزدیک میشیم و از پیاله خداوند و از نان خداوند بر میداریم در قدوسیت او، در محبت او، در حیات او و در شراکت با همدیگه سهیم خواهیم بود. آمین؟ چون فقط یک نان است. یک نان که با هم تناول می کنیم هرچند اعضای گوناگون هستیم پس چقدر مهمه عزیزان که در فروتنی و احترام خاصی در این فضای مقدس باشید آمین تقاضا می کنم عزیزان از هر تردد از هر گفتگو جدا خودداری کنیم چون خداوند میخواد آوازش رو به گوش های ما برسونه هر هفته و به خصوص امروز و تشکر میکنم از انتظامات که در این قسمت کمال همراهی رو میکنن عزیزان این پیام امروز که به سمعتون میرسه تماماً سی چل دقیقی که میشنویم با گوشهای جانتون به یاری روح القدس تماما از رویای خواهرمون هاسمیک که ایمان دارم که از خدا دریافت کرده هفته پیش تقریبا دو دقیقه سه دقیقه این رویا رو دیده بود که اومد با من در میان گذاشت و من بلا فاصله اینو ضبط کردم و چندین بار اینو گوش کردم که خدای نکرده از فیلتر انسانی من عبور نکنه و آنچه که خواست و اراده خداست امروز بشود. آمین. و آمین که خداوند آنچه که به من سپرده در امانتداری با پشتیبانی خودش که کلامش دیدبانی کنه به کمال امروز بتونم بیان کنم. آمین. آیا مسئله عیسی مسیح خداوند رو در متا باب 13 آیه 24 به بعد به یاد میارین در مورد گندم ها یادتونه و علف های هرس کرکاس ها به خاطر میاری با همدیگه دیگه قرائت میکنیم این آیات شگفت انگیز و متا باب 13 از آیه 24 عیسی مثل دیگری نیست برای ایشان آورد پادشاهی آسمان همانند مردی است که در مزرعه خود بذر خوب پاشید اما هنگامی که مردمان در خواب بودند دشمن وی آمد و در میان گندم علف هرز کاشت و رفت چون گندم سبز شد و خوشه آورد علف هرز نیست ظاهر شد غلامان صاحبخانه صاحب نزد او رفتند و گفتند آقا مگر تو بذر خوب در مزرعت نکشتی پس علف هرز از کجا آمد چرا علف هرز پدید آمد در جواب گفت این کار دشمن است غلامان از او پرسیدن آیا میخواهی برویم و آنها را جمع کنیم؟ گفت نه اگر بخواهید علفهای هرز را جمع کنید ممکن است که اندوم نیست با آنها از ریشه برکنده شود اولین تفسیری که میتونیم در مورد این مسئله عیسی مسیح خداوند بکنیم در مورد ایمانداران دروغینه ایمانداران کاذب ایماندارانی که مانند مسیحیان واقعی رفتار میکنن مثل اون تخم نیکو در مزرعه خدا علف هر زن ولی مثل تخم نیکو از تمام برکات پادشاهی خدا بهرهمند هستند بهرمند میشن اما در واقع مسیحی واقعی نیستند فقط وانمود میکنن عزیزان و ایسا به قلامانی که میخواستن این علفهای حرز رو جمع کنن که گندمان یکم نفس بکشن میگوید شما باید صبر کنید زمانی خواهد رسید که حرز در آتش انداخته خواهند شد و گندم ها در انبار ذخیره خواهند شد آمین بگذارید بگذارید صبر کنید چون هر نوع اقدامی برای کندن علف حرز صدم زدن به گندم های خداوند است در واقع در این مثل عیسی مسیح داره سعی میکنه عزیزان به صورت سمبولیک نه فقط یکی از بزرگترین اسرار پادشاهی خودش رو به ما بیان کنه بلکه یکی از بزرگترین اسراری که در زندگی شخصی تک تک ما وجود داره این اسرار چیه راز خوب و بد راز شرارت و نیکویی راز عدالت و ناعدالتی که چطور با هم در یک مسیر همزمان حرکت میکنن و وقتی خادمی متوجه میشن و از سوال میکنن آقا مگر تو بذر خوب نکاشته ای؟ پس چرا؟ پس چرا علف سمی پدید آمد؟ چرا؟ این سوال ناامیدانه خیلی از ماست ما هم سوال میکنیم چرا چرا ای خداوند این چیز شریر و بد در زندگی من در خانه من در کلیسای ما وارد شده چرا من در زندگی خودم من در کلیسای خداوند با تمام با بذرهای نیکو کاشتم پس این همه دردسر این همه مسائل ناامید کننده کجا آمدن؟ چرا ای خداوند؟ من برای وطن خودم، ملت خودم با دعا، شکرگزاری، پرستش، ایمانی قاطع به نیکو کاشتم. سال هاست. پس چرا؟ پس چرا شرارت و بدی مثل اون علف های حرز به گندم ها چسبیده و داره اونا رو از میبره چرا و فریاد ناامیدانه ما زمانی بلندتر میشه که میپرسیم حالا شرارت و بدی وجود داره چرا چرای خدا و ریش کن چرا ای خداوند ریشه کن نمیکنیم چرا های حرز رو نمیکنیم چرا به قول آساف آساف مزمورنویس شریران همینطور در بدی افسوده میشن در دولتمندی و سلامتی آرامش مطمئن هستند. چرا ظالمان زون رو مثل ردا مثل تمپوش پوشیدن و ککشون نمیگزه چرا افراد بیاتفه بسیاری بدون اینکه که صدمه ببینن همواره همواره پرس زنان به زندگی های خودشون ادامه میدن چرا؟ چرا به قول جد اون در داوران اگر واقعا در واقع خدا با ماست چرا این همه بر ما واقع می شود؟ چرا؟ با این سوال آشنا هستین ایزان؟ درگیر شدیم؟ سوال چرا همیشه ناراحت کننده است؟ همیشه و نهایت تجربه کردیم در آخر هیچ پاسخی همجور که پاسخی در موعظه عالی خودش هفته پیش گفت هیچ پاسخی برای اون وجود نداره و ما رو به جایی میرسون عزیزان که باور کنیم با توجه به حوادثی که در جهان کنونی ما داره رخ میده با تجربه های ناهمگون و رنگ و رنگی که در زندگی های ما داره رخ میده در نتیجه خدایی وجود نداره یا اگه وجود داره یا اگه وجود داره نسبت به شرارت و بدی و ظلم بی تفاوته نیست؟ نسبت به علف های هرزی که مثل پیچک دور گندم ها و در حال خفه کردن اونا هن بی تفاوته. نیست؟ آیا این فکرها به ذهنتون خطور کرده؟ مطمئنم هم همینطور بوده اما عیسی میگوید بگذارید عیسی هر دو با هم رشد کنند بگذارید چون ریشه های علف حرس و گندم چنان در هم تنیده شده. اون کرکاس ها و علف حرس خیلی شبیه گندم هستن. اون پره هایی که دارن. اصلا نمیتونید تشخیص بدید. چنان در هم تنیده شده که هر گونه تلاشی برای اینکه این علف ها رو بیرون بکشی منجر به صدم زدن به گندم ها میشه. زمان حساد صبر کنید و همینطور در این مسئله عالی به وضوح داریم می‌بینیم عزیزان که عیسی مسیح خداوند برای علف های هرزی که وجود داره اصلا نگران نیست اصلا نگران نیست چرا؟ چون او اطلاع داره عزیزان از این علف ها اطلاع داره او آگاهانه و مقتدرانه کنترل تمامی امور رو به خصوص کلیسای خودش در دست داره چون تمامی مزرعه جهان در حاکمیت مطلق خداونده بگذارید عیسی مسیح خداوند میگه بگذارید وقتتون رو با تمرکز بر علفها تلف نکنید هرگز کلیسایی نیست که کرکاسی علفی در اون وجود نداشته باشه هرگز خانواده نیست که نخاله ای در اون وجود نداشته باشه نیست ملتی نیست که علف هرزی در اون وجود نداشته باشه یکی رو بکنه یکی دیگه در میاد این مشکل رو حل کنی یه مشکل دیگه سرباز میزنه بگذارید عزیزان بگذارید به مسائلی که خارج از توانایی ماست خود خداوند رسیدگی کنه آمین و باز هم عزیزا اینقدر این مثل مثل یک الماس درخشان و گرانبه هاست که از زاویه های گوناگون یه جور خاصی دیده میشه و میشه راجبش فکر رو تعمق کرد و تحول های درونی و ذهنی در ما به وجود میاره و باز هم مهمترین دلیل فرمایش عیسی مسیح خداوند از این واژه بگذاری دینه که ما همیشه نمیتونیم خوب رو از بد تشخیص بدیم چه بسا عزیزان حکومتی که مثل علف حرز داره خودشو میدونه و همه جا رو داره اشغال میکنه و ناله های ملتی رو سالهاست به آسمون برده و ریشگن هم نمیشه ولی وقتی در کنارش نگاه میکنی اصلا، در کنارش نگاه میکنی سیل عظیمی از گندوم های زیبای ایسای مسیح خداوند دارن همزمان رشد میکنن نیست؟ اگه ما علف ها رو ریشه کم میکردیم گندمی شاید وجود نداشت هیچ وقت تا حالا اینقدر افراد به ایسای مسیح خداوند ایمان نمی عزیزان چه لعنت هایی که برکت بوده و ما نمیدونستیم چه آشغال هایی که دور ریختیم ولی در واقع عتیقه بوده منو و پاسور وقتی تو تعطیلات تو اسپانیا بودیم من خودم فلو و اون فضای شلوغش خیلی دوست دارم با همدیگه رفتیم قسمت مخصا عتیق فروشا و این اتیکت های قیمت ها رو که نگاه میکردم گفتم خدا من چقدر از این زیباتر، گرانبهاتر خود من داشتم تو ایران اینجا انداختم تو سطل آشغالی نیست چه آشغالهایی که دور انداختیم ولی در واقع عتیقه بوده چه سلیب که سعی کردیم ریشه کنش کنیم و پشت اون قدرت جلال و قیام ایسای مسیح بوده چه فرشتگانی عزیزان که در لباس گدا بر ما ظاهر شدن و ندانستیم من شخصا به این نتیجه رستم که همیشه نمیتونم درست تشخیص بدم خیلی مواقع باید دهنم و ببندم چه بسیار زمانهایی که دیدم با خیلی چیزا مبارزه کردم که خدا میخواسته اتفاقا از طریق اونها منو برکت بده چه زمانهایی که چقدر قضاوتهای عجولانه کردم پیش از موقع که خرابکاری و شکست برام به هم را داشته. ایسای خداوند میفرماید قضاوت در مورد مسائل غیر قابل توضیح رو به زمان آخر و به دستان خدا بسپریم آمین. چرا که خدای ما در آسمان هاست و او هر آنچه چه که بخواهد هر چه که بخواهد انجام خواهد داد چرا چون او خداست هفته پیش شنیدیم ما به جای زیر سوال بردن خدا باید در اون پایداری و اعتماد به خداوندی او با فروتنی تا مقصد نهایی او رو پیروی کنیم عزیزان چرا که عزیزان موزه چرا واقعا اگه صادق باشیم هممون تجربه کردیم ما رو دوچار تنگ نظری میکنه و باعث میشه گرفتاری های خودمون رو ناعادلانه ببینیم و دائما خدا رو محکوم کنیم حالا خدا رو محکوم نمی کنیم خیلی افراد خودشون رو محکوم میکنن خیلی از افراد دیگران رو مسئول میدونن و محکوم گرفتاری های خودشون میکنن میتونم بگم این دیدگاه در هر صورت چه خدا رو محکوم کنی متهم کنی چه خودت رو چه دیگران رو تو رو در زندان ناآرومی و آشفتگی قرار میده و صد البته میخوام توی این پرانتز بگم منظورم اون چراهایی نیست که وقتی به حضور خدا میریم مثل آساف مثل حبقوق مثل داوود مثل ارمیا میریم که تسلی بگیریم اون چراهایی که میریم در حضورش دلهای خودمون رو بریزیم و در آخر می بینیم چقدر شناخت خودمون و خدا پیدا کردیم اون چراهایی که در آخر جان ما رو بر میگردونه و جام دل ما رو پر از شک گذاری میکنه منظورم اینا نیست بلکه اون چراهایی که صلیب ستیزه اون چراهایی که بر این یقینه که خداوند وظیفه داره آرزوهای ما رو بهش رسیدگی کنه جواب دعاهای ما رو تونتون بده تا اعتماد من و تو رو جلب کنه و متاسفانه نهزت گسترده انجیل کامیابی و سلامتی این انتظار نامعقول و چقدر در ما بیشتر کرده کلمه ابری برای چرا عزیزان به چه معنیه در کتاب مقدس؟ اغلب به معنی فریادی از روی غم اعتراض به عبارت این سوال به این معناست که خدا به چه دلیلی منو در این وادی تاریک موت مدت هاست قرار داده و در حس مرکزی این سوال چه بگی چه اقرار کنی چه نکنی داری میگی این رنجی که من دارم آرز من شده نعادلانه است این کلمه سه حرفی عزیزان چرا کلمه سه حرفی چرا اگر برای یافتن تسلی نباشه و در آخر به شکگذاری و تسلیم جانهای ما منتهی نشه خدا رو متهم میکنه و ما رو عزیزان بارها چشیدم دوچار فروپاشی روح و روان میکنه و این ریشش از کجا میاد انسان شناسان اینطور میگن بشر از همون ابتدا این اعتقاد داشت که زندگیش تو دست خودش قابل کنترله اصلا انسان دوست داره نیست کنترل کنه اگه یه چیزای واضح و روشن نباشه دچار حول و حراس میشه و این انسان انسان شناسم میگه انسان دوست داره که معنای تمامی چیزها رو بدونه و در از تمامی مراسمه. مذهبی که انسان بدوی مثل قربانی دادن قربانگاه ها تمام اینایی که انجام میدادن مقوله خیلی وسیعه بر این دلالت داره که ما از طریق این مراسم میتونیم خدایان رو خدایان باروری خدایان نمیدونم حاصل خیزی خدایان خیلی خدایان گوناگون رو به نفع خودمون به عمل واداریم با پیشرفت تمدن مراسم مذهبی جای خودش رو به تلسم و سحر و جادو و دعانویسی و یادتونه حتی تو کتاب مقدس هم یه ریشه ای داره ها. بگیرم تا دل شوهرم و مجذوب خودم بکنم و بعد از این تمدن علم و تکنولوژی و اینترنت اومد و داره خیلی قوی عزیزان انسان رو به عریکه قدرت می نشونه که من کنترل همه چیز رو دارم متاسفانه برخی از ما اعتمالا خدایی نکرده نوآگاهانه این مناسک مذهبی که تو کلیسا انجام میدیم مثل دعا شکوزاری روزه گرفتن ده یک دادن نیست اگه ندونیم میتونه ابزاری باشه نه برای اینکه اراده خدا رو داریم به جا میاریم نه برای اینکه میخوایم اراده خدا رو بفهمیم اگه روزه میگیریم دعا میکنیم بلکه میخوایم خدا رو تحت کنترل خودمون در بیاریم نیست اگه متوجه نشیم ایمان ما پرستش ما عزیزان به همان اندازه میتونه جنبه جادویی داشته باشه چرا که بارها شنیدم من تمامی نکات رو عمل کردم در کلام گفته مرتب ده یکم میدم دعا میکنم نمیدونم تمام تعلیمات شرکت میکنم مخصوصا روزه دعا اصلا من جان خودم رو در حضور خدا میرزم ولی چرا چرا برعکس شد نیست عزیزان ما در حضور خدا جور حقیقت و راستی هیچ چیز دیگه ای نمیتونیم باشیم و این کلام ما رو محکوم نمیکنه کنه عزیزان بلکه روشنگری و نور میبخشه و دلیل دیگه این که میپرسیم چرا چون ماهیتا من و تو با سر و راز جور در نمیایم نمیتونیم عزیزان چون اصر کامپیوتر مخصوصا همه چیزو در مقابل چشمای ما برهنه کرده همه چیزو داره پخش میکنه صبح تا و اعلام میکنه اعلام میکنه که سر و راز غیر قابل قبوله من همه چیزو باید بدونم ولی خدای کتاب مقدس و کتاب تصنیه باب 29 های 29 میفرماید چیزهای مخفی از آن خداوند است آمین و چیزهای آشکار از آن فرزندان خداوند ما نمیتونیم خدا رو محدود کنیم اسراری هست عزیزان که تا ابد به صورت راز باقی میمونه به جای چرا عزیزان به جای چرا پیام امروز ما رو تشویق میکنه از این خدای جمیع مقصودها جمعی هدف ها بپرسیم برای چه هدفی منو در این تجربه آوردی چه منظوری داری چرا من باید این تجربه ها رو هی تجربه کنم چرا و بزرگترین از آن عمیقترین از طریق کلام خدا میگم هدف خدا اینه که تک تک ما رو شاید الان در یه سنین کودکی هستیم ولی به جایی خواهید رسید اگه در خداوند ریشه کنیم و بمانین به جایی خواهد رسون خداوند که ما خدا رو بدون هیچ چش داشتی پرستش و خدمت کنیم آمین آیا خدا چون خدا سو رو می یا اینکه برای برکاتش برای مواهبش برای عطایاش چه زمانهای خیر من اینجا گرفته شده خواهر دعا کردین بارها دعا کردین بارها چه کارهایی به من پیشنهاد کردین من انجام دادم از ان نظر روحانی ولی یخته هنوز صحرای برهود هستم عزیزان بیایم صادق باشیم چون خدا اینو میخواد زمانی که در تابستان و بهار روحانی هستیم خوب و نیکو بودن و او رو با شادی خدمت کردن خیلی کار آسونیه نیست در زمانی که جواب دعاها داده میشه و زندگی اون روی خوشش رو به ما نشون میده عزیزان با اطمینان میگم حتی پلیترین انسان ها هم آدم های دیندار و خدا ترسی به نظر میان سوال من امروز از خودم اینه و مدت هاست اینه از هفته پیش که به خوهر هاسمیک اینقدر واضح این کلام رو میلرزید و میگفت اینه آیا نصرین خدا وکیلی خدا رو مجانن خدمت میکنی؟ آیا بدون هیچ چش داشتی داری ایسا رو پیروی می خدا رو به خاطر خداوندی خودش پرستش میکنی؟ آمین این سوالیه که باید تک, تک خودمون بکنیم چون عزیزان در یوحنا باب چهار میگه خداوند دنبال پرستندگان در روح و راستیه خداوند این چنین پرستندگانی میگه پدر طالب چنین پرستندگانی است که بدون هیچ چش داشتی او رو پیروی کنن بیایم امروز هممون در این قسمت عزیزان خیلی خوب میلغزیم بیایم با این حقیقت امروز روبرو بشیم که زندگی منصفانه نیست ما هنوز این طرف باغ شرقی هستیم هنوز به آسمان نرسیدیم بیعدالتی در دنیای ما مسکن گزیده ما هر روز با معماهای مبهم و پیچیده روبرو میشیم و هیچ راه گریزی از این سؤال چرا این گونه است وجود نداره وجود نداره فقط ما رو دوچار فروپاشی عاطفی روحی میکنه همین کلمه سه حرفی نه فقط خدا رو و راه های خدا رو متهم میکنه بلکه حقانیت خدا رو به عنوان که او خداست و آنچه که میدونه داره انجام میده زیر سوال میبره و نه فقط همین عزیزان بلکه زخم مهلک بر جان ما میزنه و ما رو تبدیل به یه آدمای منفی بعد گمان میکنه که کم کم از خدا کلیسا گریزون میشیم از کلام خدا از رابطه و مشارکت با اون میبریم چرا که پیروی کردم تا یه جایی هیچی ندیدم مدت زمانهای طولانی عزیزان که سعی میکنم افکار خودم از حجوم مثل شما سوال های بی جوابی که دائم میاد تو ذهن من چرا فقط دیدم تنها کاری که میکنم از این حجوم این سوال های بی جواب بالا بکشم اینه که به جای اینکه چرا این گونه است برم تو رومیان اونجا اتراخ کنم اونجا مسکن گزینم تو باب هشت آی آیه سی و پنج که پولوس با یک روش شاعرانه عزیزان با سروری عاشقانه در سختری شداید و آزمایش و تجربه های زندگی چقدر زیبا این آیات رو به رشته تحریر در کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ کیست؟ آیا مصیبت؟ آیا دلتنگی و جفا؟ آیا قهط و اوریانی؟ آیا خطر و شمشیر؟ اگر تمامی روز مثل گوسفندان زب شده باشیم مثل اون گوسفندی که برای زب میبرم و نمیدونه چرا ولی بیش از حد پیروزی میابیم نصرت میابیم به واسطه خداوند ما که در عیسی مسیح ما رو محبت میکنه ازیزان زیرا یقین میدانیم پولوس با چه قطعیتی خودش چشیده با پوست و گوشت و استخونش عزیزان و میخواد ما رو هم بچشیم زیرا یقین میدانیم نه موت نه حیات نه فرشتگان فرشتگان تاریکی رو داریم میگه رؤسای فرماندهان تاریکی نه قدرت ها نه چیزهای حال نه چیزهای آینده نه هیچ بلندی نه هیچ پستی نه هیچ مخلوقی هرگز قدرت نخواهد داشت ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح جدا بسازه اینجا یه آمین داره یا نه پولس از وحشتناکترین حوادث و و حجوم نیروهای شری رو که به اون حمله کرده و به هر ایمانداری حمله میکنه موارد فاجعه آمیز و سه تا گروه تمام رو لیست کرده ولی میگه هیچ کدام قدرت نداره ما رو از محبت مسیح جدا سازی چون خداوند و محبتش بزرگتر از تمام شرارت است که در این دنیاست عزیزان بزرگترین نمایش قدرت خدا این نیست که ما رو از بلاها، ناعدالتیها، ظلمها، رنجها، مصیبتها دور نگه داره بلکه بزرگترین نمایش قدرت خدا اینه که در تمامی این شداید ما رو در محبت خودش، روح و روان ما رو در محبت خودش حفظ کنه آمین؟ در واقع عزیزا میخوام آب پاکی رو دست هممون بریزم این وقایع اجتناب ناپذیری چه در افغانستان چه در ایران چه در کلیسای ما چه در خانه های ما و در واقع کلام خدا میگه تمامی این وقایع داره ما رو به سمتی میکشونه که باید برسیم روز آخر زمان آخر جایی که در برابر اون شکوه و جلال عیسی مسیح اون چشمای چون آتش نافذش تمامی این رنج ها رنگ میبازه اون زمانی که او رو میبینیم اصلا به جای چرا به جای این واجر که تکرار کنیم اینو با تمام وجود و ایمانم میگم سوال و این واژه عوض میشه فقط چیزهایی رو اونجا خواهیم دید که فقط میگیم آن فهمیدم این بود آهان 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 آه. اوکی نمیدونستم نمیدونستم چند روز بود من پاسو دنبال یه چیزی میگشتیم تمام زندگی رو, رو, زیر و رو کرد بارها اینطور شده یه پیدا می‌کنه، ای بابا این جلو چشممون بود و ندانستم کلام خدا میگه اکنون محف میبینیم در آینه میبینیم هیچ کس حتی جواب سوال ما رو خدا بده با اون ذهن محدودی که داریم نمیفهمیم ولی روزی در نور همه چیز رو واضح خواهیم دید عزیزان و با شادمانی میگیم آها الان فهمیدم اصلا قضیه چی بود چرا چرا چرا, چرا این مصیبت اومد و انقدر وزنش سب... واقعا جلسه خادمی داشتیم به بچه ها میگفتم می گفتم ایمان دارم روزی که در برابر اون پیشگاه جلال رو ببینیم تمام این دست و پاها و زج موره که زدیم میگیم خدا من این, این کودک بودیم که برای آب چوبی گریه میکردیم یعنی اینقدر در جلال روش میکنیم در فهم در آگاهی در حضور او عزیزان. آمین <سؤال> اما رویای هاسمیک خوهرمون هاسمیک در هر هفته در یک کلیسای خانگی شرکت میکنه میگه هفته قبلش یک شنبه به من گفت وقتی در اون جلسه بودم این سوال خیلی تو این جلسه مطرح میشد چرا مردم کشته میشن خیلی با ناراحتی خیلی با غر و شکایت چرا این همه ناعدالتی در ایران وجود داره چرا چرا و خیلی شکوه و شکایت بود گفت همینطور که من گوش میکردم یک دردی در قلب من اومد و زیر لب گفتم خداوند دارن تو رو محکوم میکنن چرا تو رو دارم محکوم میکنم مگه تو از این همه فجایع بی اطلاع هستی همین که اینو نمیدونم واقعا من ایمان دارم روح القدس بوده این درد رو گذاشته و میگه این درد همراه من بود شب در زمان دعا وقتی که دعا میکردم روح القدس با قدرت بر من اومد و در یک آن اصلا نمیدونستم کجا هستم فقط صدایی رو میشیندم که گفت خواست میکیم فکری که کردی کاملا درسته برای همین این درد بر تو آرس شده انسان ها خدا رو محکوم میکنن و سه بار تکرار کرد خدا رو محکوم میکنن برو بگو این صدا به من گفت این پیام رو برو بگو و شروع به لرزیدن کردم من گفتم ای خداوند سرخم کردم و گفتم به همه خواهم گفت. به همه خواهم گفت که خداوند رو هیچ وقت با چراهای خود متهم نکنید. آمین هر که, که گوش داشته گوش روحانی داشته شنیده امروز که روح به کلیسا و کلیساها چه گفته است؟ چشمای خودمون رو ببندیم سرهای خودمون رو خم کنیم لحظاتی قبل از اینکه به این میز مقدس نزدیک بشیم دعا میکنیم خداوندا خداوندو در این لحظه نمیخوام به خاطر چراهایی که گفتم به خاطر زمانهایی که با چراهام تو رو محکوم کردم بخوام توبه کنم چون که امروز اینو خیلی قوی به من نشون دادی که به خاطر زخمهای تو به خاطر زخمهای ما به خاطر گناههای ما به خاطر تمام این چراهایی که میدونستی در این جهانی که خلق کردی به گوش تو خواهد رسید برای تمام این اتهاماتی که به تو زده میشه به خودمون خودمون رو محکوم میکنیم دیگران رو محکوم میکنیم به خاطر تمام اینا تو روی صلیب رفتی و بخشش رو برای ما آماده کردی ای خداوند و همگی ما به خون گرامه های تو بخشیده شدیم ما بخشیده شدیم چون محکومان اینجا نیستیم چون فرزندان چون آمرزیده شدگان به خون گرامه های تو پس امروز خدا و نبا حس محکومیت بلکه با حس شادی و شک گذاری به این میز مقدس نزدیک میشیم و فقط دریافت میکنیم خداوند دریافت میکنیم خون تو هنوز تازه است برای اون قسمت هایی که ضعفه برای اون قسمت هایی که چه کنم چه کنمه. برای اون قسمت هایی که تو به یاد میاری خداوند به یاد میاری خود کلامت گفته که انسان مثل چون علفه امروز هست و فردا نیست انسان چون گیاهه که امروز میرویه و فردا میپج مرده ای خداوند تو به یاد میاری برای همین خداوند گناههای های من و قوم من و کلیسای ما رو خداوند تو دو هزار سال پیش بخشیدی به فراوانی بخشیدی و امروز فقط من خواهیم در کار تمام شده تو قرار بگیریم میخوام در این زیافتی شرکت کنیم ای خداوند در این زیافتی شرکت کنیم که تماما به خاطر این بود که تو سخت در این دردها بی ها شرم ها ای خدا من متحمل شدی و نگفتی چرا میخوایم به یاد بیاریم خدا من رنج های تو رو روی صلیب تا در جان های خودمون آرامی بیابیم نه فقط همین میخوایم به یاد بیاریم اون تحمل ها و صبر تو رو به خصوص باغ که تمام سلول های بدن تو فریاد میزند که اگر بشود این پیاله از من برداشته بشه ای خداوند تو به خاطر این بیاد میاری که ما هم انسانیم میخوام به یاد بیاریم چطور سرت خمیده شد و گفتی نه به خواهش من که اراده تو انجام بشه همینطور امروز میخوایم به یاد بیاریم ای خدا پیروزی تو رو بر هر گناهی بر هر چه کنم چه کنمی بر هر چراهای بی جوابی میخوایم پیروزی تو رو قوت قیام تو رو که ما رو عادل خواند با تمام ضعفایی که داریم میخوایم به یاد بیاریم میخوایم قلبه تو رو بر تمامی این دنیا و شرارت ها به یاد بیاریم و مثل پولوس اعلام کنیم کیست که ما رو از محبتتو جدا کنه؟ کیست؟ ای خداوند یقین میدانیم که هیچ چیز هیچ چیز هیچ ظلمی هیچ ناعدالتی هیچ ناحقی هیچ اشتباهی نمیتونه ما رو از محبتتو جدا کنه پس با ایمان با شادی با احترام با فروتنی با قلب هایی که از شک گذاریه ای خداوند به این میز مقدس نزدیک میشیم ای خداوند تا در این پروسه ای که قرار بگیریم ای خداوند چون میدونم هنوز منو با جواب ندادن سوال داری درمون میکنی تا روزی در حضور تو تمامیت من تمامیت وجود من تا ابدیت بی پایان به خاطر خداوندی تو و حاکمیت مطلق تو تو رو بپرسته و تک تک ما همین تو خداوند کلیسای مبارک تو مبارک گردان خداوند گندم هایی که به تو چسبیدن و در مزرعه و پاتشایی تو ریشه کردن خداوند دعا می کنم خداوند اونایی که ضعف به هم رسوندن به خاطر شرارت هایی که بر اونا اومده خداوند دعا می کنم که در نام عیسی مسیح دعا می کنم ای خداوند در این زمان های آخر ای باغمان نیکوی کشاورز عالی و حکیم ریشه های اونا رو محکم نگه داری ریشه های اونا رو محکم در پادشاهی خودت نگه داری و نذاری اونا ضعف به هم برسونن چون شیطان و دار و دستش منتظر همینه که کلیسای تو رو و گندم های نیکوی تو رو ای خداوند پایین بکشه به دستای تو میسپارم این خداوند و به یاد میاریم در شبی که تو رو مصلوب کردن تو پیاله رو برداشتی و گفتی این است خون من که برای شما ریخته شد و نان رو برداشتی و پاره کردی و گفتی این است بدن من که روی صلیب برای شما داده شد آمین